بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین با این حواشی عجیب غریب رپ فارس. حسن نسل 4 گرفته از این طرف، نسل 1 الان از این طرف. بریم که کارو شروع کنیم. بریم که کارو شروع کنیم. اسم این کار یادگاریه. یادگاری، فدایی و یادگاری داد که کاور چیه این ماس سناج؟ راستش یک بچه‌ها نوشته بود که برانیه، مثل این که برانی اسمنات. برانی شنیدن، برانی نشیدن. برانی حال نمیدونم، شاید همون باشه. در نه، کل برانیه کیک شکلاتی. آها آها. آها نه اون نیست. در کل خیلی تو صحبت‌ها اینا که هم توی اون ویدیو راجع به این مشکل، این واقعا دلخراش ترین بیفی که پیش اومده، اختلافی که پیش اومده در واقع به نظای ملتفت. ولی بعد بریم ببینیم که فدایی چی گفته. فدایی معمولا با معمولا قبل از اینکه مثلا اون ویدیو رو بگیریم میگفتم که با مدرک و سند اینا حرف میزنه، الان یه خورده دیگه. آره با برم کارو بشنوم، ولی اون دلیل و مدرکاش که در اون لول بود. حالا ببین آهنگ در چه لولیه، بریم ببینیم چی شده. ولی یه ویدیوی از سروش شکست دیدم، یه کانالی گذاشته بود از وقتی که اومد فدایی معرفی کرد. آره آره یادم چه کنسرت کنم اومد معرفی کرد، گفتم فدایی کارش یکی از بچهای خودمونه، کارش خیلی خوبه. آره ولی خب بریم که کارو داشته باشیم. قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها یادتون نره که لایک رو بکوبید، میدونید چقدر خوشحال میکنه، میدونید چقدر انرژیمون بهمون میده و قلبمون رو پر از بریم پرقصه ترین و پرغم ترین کاری که فکر میکنم توی مارکت وجود داشته باشه رو. حالا اگه کار زده باشه چی؟ پرقصه چی؟ کار زده باشه یعنی چی کار زده باشه؟ دیسی حالت، دیستوری باشه، دیس رسما، دیس هیچ کسه، همه جا پر شده خبرش، غمگینه دیگه. فکر کن فدایی خرابی رفاقتی. آره من اینو دارم میگم، فکر کن فدایی، فدایی که همیشه کسی میگفت هیچ کس پارش میکرد، الان این قصه. ولی نه میدونی فدایی هر کی میگفت هیچ کس پارش میکرد، آره، ولی هنوزم که هنوزه از یکی مثل پیشرو میپرسن مثلا فلانی یا فلانی یا هیچ کس، قطعا هیچ کس، بسانی یا هیچ کس، قطعا هیچ کس، با اینکه مثلا آره. یه خورده تو داستان اتحادم خیلی آره. هیچ اصلا و آدم قدیمی تریه پیش رو آره. نمیدونم چه حسی چه چیزی رو یادم انداخت، چه داستانی، چه خاطراتی. اوکی بریم کارو داشته باشیم، بریم قراره یه بخش عمده ایشو برینیم با این آهنگ توش. مرتی که پوپولیست بمونم این چسب توده یو کمونیست، هوچیگری کارت تو آخر خطی ملتفت دایره، زیر میگیری ما رو در نره تایره، 83 فایزه چقدر داده بود مایبت، فکر میکنه که عوض ولی امام زاده 83 فایزه رفتن جانی. همون آهنگر هم میگه بعد یه ملتفت دایره است، تو پایان است خطت، یعنی کار همون دیگه، دیس داره میکنه مثل همیشه، ادبیاتش هم قویه. یس طاهره یه نخال دو سه فایزه چقدر داده بود مایبت، فکر میکنه که عبس ولی امامزاده طاهره، یه نخال بودی قاطی ماها نباشه، فکر میکنه که عبس ولی امامزاده طاهره. توی اون آهنگ که با هم خونده بودن دیگه، من کیم تو آهنگ گفته بود شیرینی چی؟ شیرینی خورشید حج عمره، یه هم چیزی میگه یه سری از همه زندگیشون دور من میگرده، شیرینی خورشید حج عمره، خار و مادر لاین بود، این همونو داره میزنه. بود مایبت، فکر میکنه که عبس ولی امامزاده طاهره، یه نخاله بودی قاطی ماها نباشیم، که به خودت میزنی لایی با کار، بالاخره کاسه داغی آش روبای پیر پیش رو که این تیکه همون صحبت های هیچ کس رو تایید میکنه که گفته بود گس لایت و اینا میکردم، از همینجا خودشون داره میگه نباشیم که به خودت میزنی لایی با کار. میتونم اینو این حسو بگیرم، دلیل نمیشه ولی میتونم این حسو بگیرم که از کجا هیچ کسی اینا رو میگفت، یعنی این ذهنیتشون تو این داستان هست، یعنی به نظر میسه اینا این حرفا بینشون زده میشه، این وقتی داره تو آهنگ میگه هیچ کس هم به همین اشاره میکرد با اون گسلایت. زدی تو مارزی تو همه رفیقاتو داد در کاسه داغی آش روبای پیر پیشورو که دور زدی تو مارزی تو همه رفیقاتو دادی لا کار کردی زیر رنگ روحانیان آیا صورت جنگ برانی میلرزه پاهات جزء مراسم صورت رنگ برانی سفید بود دیگه، هم عکس کاور صورت رنگ برانی میلرزه پاهات، یعنی مثل گچ سفید شدی. خب هیچ مثال دیگه به جز برانی نبود که من اصلا عکسو دیدم نفهمیدم این چی هست. بعد داستان پیشرو هم راست میگه، تو مالزی پیچوندش اینا، میگه که از اونجا تو به رفیقات میزدی. راجع به اون پیشرو حرفی زده کی؟ هیچ کس؟ پیشرو
پیش رو دیس و اینا داد، یه اختلاف پیش اومد ولی اونجوری واضح نشد دقیقاً. کاش نشه به مسئله قشنگ واضح میگفتن که اگه مثلا حق با اون بوده الان نمیتونست از این مسئله استفاده، از این مثال استفاده کنه. ولی مثل که نبوده. هیچ پیش رو هم از این نظر داره میگه دیگه. کردی زیر انگ روحانیان آیات، صورت جنگ پرانی میلرزه پاهات، جز مراسم کالت خون تو میخوریم جای آب انار، راست بگو انو عکس نمیگیری با زنا، شورت سفید رو بنده میزنی گیره به شاهزاده اکم اومده با دوتا کیسه برنج، فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به تو. وایسا وایسا، قاسمی کیه؟ نمیدونم قاسمی کیه، ولی این که میگه جزء مراسم کالت خون تو میخوریم با آب انار، این تیکه داره میندازه، داره مسخره میکنه. خب حالا که ما تو کالت خون آره. راست بگو هنوز عکس نمیگیری با زنا، این اون مال قدیماشه، ولی این تیکه ای که داره میگه که شورت سفیدت رو بنده میزنی گیره بهش، میزنی گیره بهش، یادم میاد یه توی یه من یه فری استایل یادم ازش شنیدم که میگفت من رپ میکنم چون شورتم سفیده، یه همچین چیزی، یعنی توی چی یه نمیدونم سفید. اون موقع هم نمیفهمیدم، ولی منظورش اینه که مثلا من اینا رو کو 750 داشتم، همه اینا رو، این ویدیوها رو، و همینطوری بدونی که من منشو بدونم گوش میکردم. چی میتونه مثال این باشه؟ چی فکر می‌کنم اینی که میگه شورتم سفیده آره. به این میزنه که یعنی نیست دیگه، نمیدونم، یعنی مثلا کنه خودتون گویی و این از صحبت داره اینجوری نیست. نمیدونم تو اومده با دوتا کیسه برنج، فیلم بازی نکن قاسمی قبل ما ریده به چیه قاسمی؟ بری قدرت تو از دیکتاتور هم میشه گرفت، بساز ارتش سایبری و کن تخریب، مسلمون بودن سخنی میذاری صفحه پشت ما، لودادی چیری مسلمون بودن سخنی، این برای ترکی مسلمون سخت و مسلمون بودن، این دستورتیه که خود فدایی فکر کنم آتئیست باشه اصلا. تخریب مسلمون بودن سخنی میذاری صفحه پشت ما، فکر نمی کنم دلیل این که اینو گفته باشه این باشه که مسلمون بودن سخت نیست چون خودش مسلمونه. حالا اگه آتئیست باشه هم میتونه اینو بگه، میتونه همین جورکی باشه، داره میگه که دیکتاتور فلان، میگه مسلمون بودن سخت نیست، فقط به نظرم یه لاینیه که به قبل و بعدش ربطی نداره و فقط در حد تیکه است و رفرنس به این که میگه مسلمون بودن سخت نیست، یعنی منظور حالت تیکه، یعنی مثلا آره. تو هیچی مغز نداشته باشی، من میدونی منظور مسلمون بودن سخت نیست این نیست که داره میگه مسلمون بودن سخت نیست آه. میگه مثلا فقط کافی احمق باشی، میدونی آها. تیکه داره میندازه مثلا آها. اگه از این نظرم بهش نگاه کنی، چون فدایی چیزه، فدایی آتئیسته، ممکنه اینجوری هم باشه منظورش، ولی بعیده، ولی بعیده، به خاطر اینکه هیچ ربط بالا پایینش ربطی نداره بهش و بعیده که مثلا بخواد مستقیما اینجوری توهین کنه، نمیدونم، بعیده، نمیگم دلیل تو زیر سوال نمیبرم، فقط میگم به این دلایلی که گفتم ممکنه احتمالش کم باشه. قبل ما ریده به تو که رپری قدرت تو از دیکتاتور هم میشه گرفت، بساز ارتش سایبری و کن تخریب، مسلمون بودن سخت نیست میذاری صفحه پشت ما، لودادی چیری کن رئیس مخبرا، باید به تو میدادی بیلیتو، خودتو خاکی میکردی بشینی جای باز شیت، بعد به تو میدادیم بلیتو، پشمام میدار صفحه مدادی چیریکو رئیس مخبره، بعد به تو میدادیم بلیتو، خودت خاک کردی میشین جای بود. حاجی چقدر اینجا، اولا اینجا که یه تیکه سنگینه، خودت خاکی به شدت کردی بشین جای بود، قصه داره، نه همون تیکه بلیت قصه داره، خب این که مثلا داره میگه بلیتو بعد به تو میدادیم، ولی جای بحث هم داره، یعنی حسین جای حرف حق میزد اون روز، یعنی خیلی سنگیناج این حرفه، یعنی فدایی با این فدایی با این صحبت رسما یه جوری میشه گفت داره خودش رو هم میزنه، خب چون اونجا بعد تازه پیچیده‌تر هم میشه، اون موقع که بلیت رو داد فدایی پشت هیچ کس در اومد دیگه، اون موقع هم هیچ کس نه. توی داستان بود نه. ولی از اونا که بخوام ردشی میخوام به قصه بودن کار اشاره کنم، فقط یک ثانیه من قبل اینکه به اون نقطه برسی، اون موقعی که اون حسین توی دیسه گفتش که تو از بالا سعید اجازه بگیر و فلان و بسام از روش هیچ کس بود، جوابی که فدایی داد این بود که ما بهش اشاره هم کردیم، جوابی که فدایی داد این بود که جوابی که فدایی داد این نبود که از هیچ کس دفاع کرده باشه، آره. گوش شما هم اتون نمیدونم چی کار متحد چی نمیتونیم میمه ملتفت از ملتفت دفاع کرده، دقیقا چیزی که گفت ملتفت بیشتر مهدیاره، دقیقا چیزی که گفت این بود، گفت
تو میخواستی با رئیس هم صحبت کنی، معرفی میکنم تخم چپ تخم راست. اینو دقیقا گفت و من همونجا تو همون ریاکشنم هم گفتم اینو که این به نظر میرسه یه چیزی باشه. بعد بچه ها کلی اومدن گفتن نه فالو همدیگه رو فالو، مدرکی بود که همدیگه رو فالو دارن، ولی واقعا چیز غصه داریه، خیلی غصه داره که این داره هم ببین فدای هم داره با این کار خودش میزنه، هم داره هیچ کس هم میزنه، هم داره حسین رو میبره بالا، یعنی با یه لفظ سه تا حرکت. بعد میگه خودت خاکی کردی بشین این جای بوت. حالا یعنی جدا از اینا این یکی که دیگه بگم، اومدی ما رو کثیف کنی که بشی آدم بزرگه. آره. ولی خودت کثیف کردی در صورتی که برای خود شروع کننده این مسئله خودت بودی. آره. حالا جدا از اینا من میخوام بگم که این که بعد میگه که رئیس مخبرا بعد به تو میدادین بیلیتو، این که بعد به تو میدادین بیلیتو جا داشت تو لاین بعدی یه لاینی بیاره که رب سفر داشته باشه و خیلی این قشنگ میکرد کارو به نظرم، چون این کار رو ازشون بعید نیست اصلا و زیاد این کار رو میکنم، میگم اینجا جا داشت قشنگش میکرد کارو، قبول داری؟ رئیس مخبرا باید به تو میدادی بیلیتو، خودتو خاکی میکردی بشینی جای بوت، قسم به ماه پر تو فرقمون تو به مرگ، آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گور. چه قشنگ میگه قسم به ماه پر اصلا ماه پر یعنی ماه کامل. خب ما کامل تحریک کننده کیه؟ گرگ دیگه. خب بعد میگه که قسم ما پر تو فرقمون توبه مرگه، توبه گرگ مرگه دیگه، دو تا اشاره به گرگ داره میگه. آقای لشکری کجا میری تا ابد توی گله گیر پای گرگ. اینجا دیگه یعنی رسما داره اشاره میکنه خود تو عضو یکی از گرگ های مجاهدینی، گرگ پیر. آره نه اونجا بهش گفت روباه پیر. آره آره. میگه تو خودت یکی از گرگ‌های بقیه گرگ‌هایی که همون مجاهدین باشن. آره. و قسم به همون چیزی که قبولش داری که ماه باشه واسه گرگا، تو پات تا ابد توی گله گیره. کجا آره. میری؟ آره یعنی مثلا نمیتونی خیلی ساده کنار بکشی دیگه، کار ندی بعد مثلا نه بگی که نیستی عضو اینا، بگی که مثلا تو یه گرگ دیگه کار ندی، یعنی خودش هم داره به عنوان یه رپر به خودش هم میگه گرگ، مثلا رپران نیستن مثلا مجاهدینن، داره میگه تو به عنوان یه گرگ توی این گله به همون ماهی که قسم که قبول داری قسم به این راحتی نمیتونی از گلت بگی من عضو این گله نیستم. آره. بعد ماه پرم ماه هلال نماد اسلامه دیگه، حالا ماه پر نماد گرگ مثلا داره یه جورایی داره میسازه. آیا من درست اینو ترجمه کردم به نظرتون؟ نمیدونم. بله باحال بود. اما تو به مرگ آقای لشکری کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گور، تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم جد میشی مثل کفتر. هیچکس چی میگفت؟ هیچکس چی میگفت؟ من اگه تو نباشی؟ میگفت من اگه تو نباشی؟ الان میگه تو اگه ما نباشیم زنده بمون. قلبم شکسته الان، میدونی چی میگم؟ ولی حرفای هیچ کس رو تایید میکنه که گسلایت میکردم منو. ببین تو اگه ما نباشیم داره کورس رو میگه اصلا. آره. بعد چقدر این آهنگ هیچ کس دوست داشتنی بود. بعد هیچ میگم فدایی یه توصیه ریز، این کار تو رو داره میزنه با کورس، تو رو داره میزنه چون اون یه خاطره خیلی شیرینه، چون صحبت توی اون آهنگ هم شیرینه، با مخاطبه، با طرفداره. خب داره به طرفدارش میگه من اگه تو نباشی و این جور اینو برگردن استفاده کردن هرچند خیلی پشم ریزونه، ولی فقط حس ناامیدی و بد میاره توی آهنگ که دارن از تو گوش میکنن و این متوجه تو میشه نه هیچ کس. برای من که اینجوری بود حداقل، شما برای شما چه جوری بود؟ ولی نابود شدم واقعا با این کورس. اگه ما نباشیم کجا میری تو عبد توی گله گیر پای گور، تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر، یعنی آخرش گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر، تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر، تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم. خاندانیم دقت نمی کنیم به بیتای مریضی که مهدیار داره میزنه اون پشت. میشی نوچه مریم، تو اگه ما نباشیم جلد میشی
جلد بشی مثل کفتر، یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن، رو اسمت میخوره یه زبتر، تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی، لشکری دم دفتر، لشکری فامیله شده. بعد یه چیز دیگه بگم، الان حتی فدایی مهدیار رو فدایی هم دیگه رو آنفالو کردن، یعنی یه مشکل خیلی عمیقه، نمیدونم داستان تا چه حد میخوا پیش بره. چرا احساس میکنم بعد چرا احساس میکنم ما بعد الان فقط مرتفعت شاپور و فدایی هم. همین شاپوری چرا احساس خطر به میده این مسئله، یه هایی که نزنم یکی رو ترور کنه. ببین اینقدر نسل چاریا جدی هنها، ببین آفرین همینو بگو، اینقدر نسل چاریا تو من بیا من تو ها 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 ها. آره بیا. الان اینا هیچ تهدیدی همدیگر رو نکردن ها، ولی اصلا از همین لول قضیه اینجوری هم که اونا که هیچی احساس میکنم ما هم باید درامون رو قفل کنیم. لول خوفه، خب لولیه که جدیه، جدیه این لول. میدونی اون موقع که دیس میکردن توی رپرهای آمریکایی مثلا دیس میکردن کش نمیدادن، خب لول بالا بود، خب لول کار خطری بود، خب و شاید شبیه بوده مثلا به دیس و دیس بازی الان نسل چهار مثلا، آره از همینجا شروع میشده خب، ولی واسه مارکت ایران الان لول خوف اینه نه اون. به نظر من اون اصلا خود بچه هایی که گوش میکنن، بچه ها منظورم بچه ها هم هست حتی کوچیکا، اونا هم که گوش میکنن فانه واسه شون واقعا. دقیقاً. ولی این نه، این جدن مسئله جدی هست. احساس میکنن یه ذره از این جدی تر بود میتونست تو ایران اینترنشنال اون برا هم خبرش بخش، اینجوری بهت بگم شاید هم شده نمیدونم اصلا. تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی، لشکری دم دفتر، ویترین چیشه یه مشتم و فلزی، کامیون و واسه تالاستیک میارم منه برزی، باکس سازی میکنیم ملتفه زده تو کار اصلاح جنتیک، تت تت میافتیم مثل کندی، سرنوشت آزاده میشه و تت 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 باز تیکه. همین الان داشتیم راجبه جدی بودن قضیه صحبت میکردیم. این تت آخه میدونی اون صحبت رسه چاریا سر اینه که کی اولین کسی بود که رپ و نمیدونم چیکار کرده و این کسی بود که ولی خب این مسئله، یعنی حتی موضوع هم متفاوته. خب اون مسئله اون شکلیه، این مسئله این شکلیه که حاجی کی چی میگن به اینایی که میکشن آدم ها رو، تروریست، کی تروریسته، بس اینه. آره بس اینه که بس اصلا خود موضوع هم جدیه، جدا از اینکه دیس و دیس و کویناش جدیه، خود اصل موضوع آفره. دلیل این بس من اینو میگم خیلی جدیه. اون خیلی جدیه، اینجا هم تیکه داره به اون آهنگ معروفش دیگه، همون که احمدی نژاد هم میگفت ت ت ت ت ت ت ترورش میکن، آهنگ داره یا آهنگ داره هیچ کس تو مجازه نشنیدی؟ اوکی اون مصاحبه احمدی نژاد هم ندیدی؟ اوکی بیا چرا؟ عیب نداره، خیلی چیزا اصلا من نمیدونم، اصلا من نمیدونم کامیون و سه تا لاستیک میارم و برزیل، منم برزیل رو نمیدونم ویترینش، ولی کامیون و سه تا لاستیک میارم یعنی اینکه آجی من بارو مقصد میرسونم، اصلا مهم نیست تو باشی یا نباشی، سه تا لاستیک هم ممکنه اشاره به سه تا عضو الان ملتفت باشه دیگه، حالا اون موقع در قبل از آن فالو کردن فدایی و شاپور و مهدیار ممکنه نمیدونم. زده تو کار اصلاح ژنتیک تت تت میافتیم مثل کندی، سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا، کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا، سوالی که برام پیش اومده اینه شب با سختی رو کله عظیم علی رو میذاریم رو علی عظیمی کیه؟ یا عظیم علی کیه؟ سرنوشت آزاده میشه بدتر حاجی دایانا رو با کاتانا اومد رایم کرده اوکی. خب ولی خطرناکه اینا تهدید حساب نمیشه، اینا نمیتونن اصلا شکایت کنن ازش، همون من فکر کنم انقدر هست که تهدید باشه دیگه، تهدید رسمی است، نمیدونم شاید کانتکستش چون تو آهنگ این حساب نشه، نمیدونم نه هر جوری باشه اینا میتونه تهدید حساب بشه، ولی نمیدونم. مگه اینکه مثلا توی دیسکریپشن چیزی نوشته باشه که این کار صرفا در حالت فان بوده باشه، نه تکون اینا نوشته کلن و بوعت آب میشه میریزه، ولی خب مسئله اینه که قبل اینکه بخواد به این حد از کار برسه، ما گفتیم حس میکنم بحث اصلا جکسم جف جد اصلا و آره. ولی خب الان واقعا داره به اون خوشونت میرسه، داره به اون حد جدی بودنه آره. میرسه و خطرناک، خاطر اینکه اینا هن
آره. نه نسل چاریا من انتظار اکشن دارم، یعنی الان واقعا میترسم. آره میترسم از اینکه اکشن داشته باشه این. آره فلای ژنتیک ت ت ت ت میافتیم مثل کندی، سرنوشت آزاده میشه بدتر دایانا، کله عظیم علی رو میذاریم رو کاتانا. سوالی که برام پیش اومده اینه شب پا سختی رابطه چگونه بوده بین مامانا، هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا سپورت دیگه داره به مامان اونم میندازه، چون یکیشون چیزه دیگه، یکیشون عضو مجاهدینه، دارم یکی دوستم رابطه چه جوری بوده بین مامانا. تمام مثلا داره میگه خب مامانم اون که اصلا بود، مامان تو هم هست. البته تو کدوم ازدواج تو احساس میکنم 2% ازدواج هستن که فقط مادرای دوتا زن و شوهر با هم میسازن. بعد 2% ازدواج اینجوری هست میکنم. کاتانا سوالی که برام پیش اومده اینه شب پا سختی رابطه چگونه بوده بین مامانا، هنو همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه. چقدر تیکه داره اینم تیکه دود دیگه، من و همونم همون عوض اونایی شدن که آره نموندم. آره همش ترکش هم دیست میکنه. آره من و همونه همون قدرت طلب آویزونه که یه جا ساپورت بشه، مدرک و من همیشه محکم ترن، حالا برو به آزاده بگو راپورت بده. اما اوه اینجا بازم داره اشاره میکنه آجی، راپورت بده. راپورت بده سن کیو آزاده کیو راپورت کیو داد که پیجش بسته شد؟ یکشون تتلوت بکنم. اوکی یعنی داره تایید میکنه اینکه این کارو کرده، حالا این کار قایم هم نکردن که این کارو کرده، حالا این چی ولی مسئله اینه که ببین منم میرفتم به اینستاگرام میگه مدرکم اصلا همیشه محکم ترم. ببین منم میرفتم به اینستاگرام گزارش سوء استفاده از افراد دختر زیر 18 سال رو گزارش میدادم پیج بسته میشد. آره حالا آزاده این کارو کرده. آره مسئله یکی از خط قرمز ترین خط قرمز قانونای اینستاگرام و کلا همه پلتفرم ها و اکثر کشورهای دنیاست. آره و ولی خب یه چیز دیگه این که نشه مدرک ها همیشه محکم ترن. خب این که مدرک ها همیشه محکم ترن رو احساس میکنم تاثیر داره میگیره، خب به جای که خیلی منطقی بخواد نگاه کنه به داستان، هرچند مدرکاش واقعا شاید از همیشه محکم ترن از همیشه، خب نسبت داره میده دیگه، میگه از همیشه خودم محکم ترن، خب نه اینکه کلا محکم ترین مدرکای دنیا رو دارم که، دارم میگه از همیشه خودم محکم ترن. ولی این از همیشه خودم محکم ترن از کجا میاد؟ احتمالا از دیس و دیسبکایی که به حسین داد داره میاد، چون اون موقع هم کلی جزئیات و اطلاعات ریز مثل اینکه از حسین درآورده بود که داشت میگفت. خب باز همه اینا مورد شک قرار میگیره با این مدرک افشاگری این کانال اینستاگرامیش، که اون مدرکام که راجع به حسین بود چقدرش واقعا ریشه تو واقعیت داره، چقدرش تحریف شده بوده یا نه، چون اینا هم خیلی بود. هست ویدیوشو گرفتیم، اونایی که تو اون وایس 8 دقیقه اون ویدیو رو اگه ندیدین حتما پیشنهاد میکنم ببینید. ولی اونایشون که توی اون وایس 8 دقیقه بود خیلی هاشو واقعا از کاه کوه ساخته بود. آفرین آفرین دقیقاً مدرکام همیشه محکم ترن، حالا برو به آزاده بگو راپورت بده. اما یادگاری میمونه برات کبودی، اوج تو اون موقع بود که نبودی، بتا میاد و فوقی عمودی، مرتی که دگوری راست بگوشن تو مجاهد اومده بود شب عروسی بتا افقی بتا میاد افقی عمودی. حالا اگه تو این داشته اینا نمیدونم، ولی یه جای یادم میاد که فکر کنم هیچ کسی همچین حالتی داشت، یه یا یادم نیست کدوم آهنگ بود، ولی یه آهنگ بود که از هر طرفی میخوندیش افق عمود. و این کار رو یکی از بزرگترین شاعرای ایران فکر کنم سعدی بوده که اولین بار این کارو کرده، یه شعر نوشته، یه شعر مثلا فرض کن 4 خطه، خب 4 خط شعره و این شعر رو از هر طرفی بخونیش همون معنی رو میده، یه شعره. خب این پشم ریزونه اون کارو، استاد سخن بوده سعدی اگه اشتباه نکنم، البته فرق نداره، این داره میکنه خودشون در حد اون میدونه. و اینکه فکر کنم گفتم هیچ کس فکر کنم یه همچی کاری کرده، فکر کنم اشتباه دارم میکنم، همون سعدی بوده. بعد اینجا میگه که برات میونه یکی بودی تو اوج تو موقع بود که نبودی. این خیلی پشما. جمله این با آخه ببین از یه طرفی آره دیگه راست میگه، جور همینو میخواستم بگم. آره. چون وقتی که اومد و اون کار رو داد ترکوند، اون کاری که برای در حمایت جنبش داد. آره آره. واقعا ترکوند. آره. ولی قبل اینکه این اتفاق بخواد بیفته و این یکی ترک جدیدش رو بخواد بده، تو اوجش زمانی بود که نبود، به خاطر اینکه همه میگفتن مثلا خدای رپ و پدر رپ و خیلی خفن رپ. قبل یه خورده قبلترش هم کلی دیس میشد اگه یادت باشه، یه مدتی بود همه دیس میکردن، مثلا ولی به خاطر همین زیرتون واکی من دیس کردم، یه مدتی بود زیرتون واکی دادم دیس کردم، قبلش یا یه خورده قبلترش یه مدتی بود همه اینجا دیس میگردن، یکی ذره یه چیزی بهش میگه کل رپ و همه طرفدارای رپ میریختن رو سرش. یعنی واقعا زمان اوجش همون زمانی بود که نبود. هره. بعد و ادامه داشت اون اوج با اون ترک، بعدش دیگه این گنزد.
فوقی عمودی مرتی که دگوری راست گوشن تو مجاهد اومده بوده شب عروسی هنوم هستم انگال و بینه تو سوزی کدو تم بدمارم فقط تو سک میریم مالا تو سندلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بندک زر... آقا جانی کیه؟ مهدیار دیگه ها. ها. بی تو داری؟ بی تو داری؟ آره آبی تو نگاه هنوم هستم انگال و بینه تو سوزی کدو تنبل ما رفاقت تو سک میریم مالا تو صندلی تمیشه پلوم از دست آقا جانی نبود الان سیدی فروش بودی کف گلو بند پشمام تشبیه و نگاه کن ما رفاقت تو سک میریم بالا تو صندلی همیشه پلوم از دست یعنی تو همیشه یه ولی یه... این همین خودش یه جور مایندست تو رفاقت اینو هستم ولی این خود همین خودش یه مایندست دیکتاتور ایشگیبیه میتونه باشه تمش با هم قاطی ولی خب ببین چون تو رفاقتو یعنی سفت رفاقتو چسبیدی خب بعدم داره از مهدیار دفاع میکنه آقا جایی نبود تا الان فلان بودی خب یعنی داره قشنگ پشت مهدیار در میاد و قشنگ بردتش این همش انگار داره همون حرفای هیچکس رو تایید میکنه آره یه جورایی که اینا خیلی دیکتاتور گیبی چسبیدن به هم خیلی ولی همچنان چسبیدن به نظر من تو کیما گفت یه چیزایی وسط هست که بیشتر یه چیزایی که هیچکی نگفته نه اینا اون ضربت رو نوش کردی شب قد تو شغال این از سگ زدین همه جور تو کشیدم من خرله میشه زیر برف سر کف فامیلا سارق لحظا من سر خم قدغن ضربت نوش کردی شب قدر خب شب قدر بود نه بود که حالا برحال تو شغالی نه سگ زرد کجا سگ زرد منظورش چیه؟ زرد خب ببین نمیم سگ زرد بر در شغاله این یه لفظه این یه ضرب المثله مثلا میگه سگ زرد بر در شغاله یعنی این با اون فرق نداره فکر نکن مثلا ببین مثلا فرض کن نمیدونم حسین میر حسین میومد مثلا اوضاع بهتر میشد بعد اینجا مثلا میتونی ضرب المثل به کار ببری که سگ زرد بر در شغاله یعنی فرق نداره اینا همه سر تا یه چیزه حالا این از این از طرف من یاد یکی از آهنگاش میاد که یادم نیست الان تو شغالی نه سگ زرد اینم که بگذریم میگه این همه جورتو کشیدم من خر پشمام اینجاش قصه داره واسم خب واقعا بعدی که بعدیش له میشه زیر برف سر کپ خب کپ وقتی میترسه سرش میکنه زیر برف و فکر میکنه که خب الان دیگه مخفی شده چقدر اسکل شبیه چیزم هست اونم همین جوریه شترمرغ هم همین شکل مون هیکلش خب کسی اگه مغزش کوچیک‌تر از چشمش باشه این اتفاق میفته دیگه حالا اون کاری نداره ولی داره کپ کو خود این خود آره. سروش رو به کپ بعد میگه آره دیگه میگه که مثلا تو میخوای فقط بری میخوای همه چی رو پشت سر بذاری ولی خب من میدونی من دارم مثلا یه جایی مثال میگه که ما خوش شب نمیمونه آفرین فامیلات سارق لفظان و سرخم قدقن اینم که دیگه راجبش کلی بحث کردیم بخاطر اینه که خب حالا من بگم تو این ویدیو که نگفتیم به خاطر اینه که توی صحبت خود فدایی هم گفت کلی از شعارا و کلی از چیزای تبلیغاتی که خود سازمان مجاهدین خلق و اینا داشت حتی جدا از چیزای آنلاین روی پلاکارد و اینا هم زده بودن این لفظ بود که فدایی باش مشکل داشت گفته بودم که استفاده نکنید تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم دلم نمیخواهد بزنم با یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر تو اگه ما نباشیم میشی نوچه مریم تو اگه ما نباشیم جلد میشی مثل کفتر یعنی آخراشی گن زدی دم رفتن رو اسمت میخوره یه زبدر تو اگه ما نباشیم یعنی اخراجی لشکری دم دفتر جایزیه یه سازمانی تو نگاهیدم بب یعنی میگه از اول ازدواجتونم با حمایت نه 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 یه چیزیه که یه چیزیه که فکر کنم یه جایی شنیده بودم جایزه کمک میکنن به دخترای دم بخت یه هم چیز درست یادم نیست ولی مثلا یه هم چی کاری فکر کنم مجاهدین خلق سعی کرده انجام بده لکن درست یادم نیست خب این هم از کار از طرفی بریم ملت خودتو بکشی از طرفی کمکشون کنی ازدواج کنن این از کار تلخ یادگاری از فدایی که واقعا باعث من اینقدر که این کارم این کار دلمو شیکون دیسایی که بین هیچ کسو پیش رو رد و بدل شد دلمو نشون اینو چی میگم چون ته اون کارا خدا وکیلی بیشتر... من نشتم ولی فکر کنم اونا من دلم شنیدی یادت نیست ریاکشن رفتیم با راست میگی اون کارا تهش یه حرمته حتی احترام گذاشتم مثلا بیشتر طرف نه از طرف جفتشون میدونی
اصلا یه چیزی این وسطه، یه جرقه این وسط داده میشد که این دوتا داداشون هم دیگر دیس میکنن، ولی انگاری یه جوری احترام بود که میرفتن جفتشون بالاتر. خب و اون کارم واقعا من انقدر ناراحت نکرد. خب که این داره واقعا نمیدونم. شما نظرتون اید بچه ها، شما حتما نظرتون بگید، بگید که نظر شما حق با کیه، چه جوریه. شما اگه اون ویدیو 8 دقیقه‌شو ندیدید، ما هم ریاکشنشو رفتیم، اون حتما ببینید. آره اون حتما ببینید، لینک اینم گذاشتم توی دیسکریپشن به علاوه اون لینک کانال تلگراممون که میتونید راجع به این اونجا کلی صحبت و تبادل نظر داشته باشه. نظرتون هم اگه کوتاه خودتون فهم کنید بنویسید توی کامنت، من حتما میخونم جوابم میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتید باید چیکار کنید؟ لایک کنید. این تلخترین لایکی میشه که میزنید، ولی بزنید. و خب ما الان نیاز داریم که دلمون شاد بشه. آره دلمون، آره یه مقدار خوشحال میشه دلمون شاد. نمیدونم الان پاره شدیم با این کاره. و مراقب خودتون باشید، حسابی عشق دلید و تا ویدیوی بعدی خدافظ. لایک بدید.